ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شه باز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم. به نام خداوند مهرگستر مهربان، قرار است که در این جلسات پیامون مثنوی مولانا و شرح ابیات اون گفتارهایی داشته باشیم. شما میدونید که 18 بیت آغازین مثنوی رو نینامه نامیدن، به دلیل اینکه با نی آغاز شده و مثل‌واره‌ای زیبا پیمانه است برای بیان غریبی انسان در این جهان. خب ما باید از یار خالص و مخلص مولانا حسام الدین چلبی و دیگر یاران مولانا که گفتار مولانا رو، سروده های مولانا رو با فن تند نویسی و با همتی بلند به قید کتابت در می آوردن تشکر داشته باشیم که چنین آثار گرانبهایی رو برای نسل های بعد به ارمغان نهادن. در تذکره ها و کتاب هایی که مربوط به شرح احوال مولانا هست آمده که روزی حسام الدین چلبی نزد مولانا میره و میگه که یاران ما مشغول خواندن حدیقه سنایی هستند، منطق الطیر رو میخونن، منطق الطیر عطار رو مطالعه میکنن، اما گویا این کتاب ها وافی به مقصود نیست، باید یک کتاب دیگری، کتابی تعلیمی درسی که در این کتاب مبانی و پایه های عرفان و تصوف رو بیان داشته باشه که هم خاص از اون بهره ببرند و هم عموم علاقمندان، نیاز هست که چنین اثری پدید بیاد. حسام الدین این نیاز رو عرضه می داده به مولانا و نوشتن که مولانا در جا و در دم دست می بره به سوی دستارش و کاغذی رو بیرون میاره. حالا رو این کاغذ چی نوشته شده؟ همین 18 بیت نینامه. و این روایت نشون میده که مولانا پیش از اینکه حسام الدین به ضرورت خلق چنین اثری پی برده باشه و عرضه داشته باشه به مولانا، مولانا پیشتر این نیاز رو حس کرده و 18 بیت رو نوشته. حالا اگر ما همین روایت رو هم بپذیریم، نشان از این است که در میان آثار مولانا فقط همین 18 بیت بوده که مولانا با قلم خودش نوشته و سایر آثار مولانا و سایر ابیات مثنوی به جز این 18 بیت همه به سبک گفتاری بیان شده. یعنی مولانا در جا و در دم فلبداهه می سروده و یاران تند نویس که نامشون کاتبان اسرار بوده این سروده ها رو و این گفتارها رو
به تندی و با دقت به قید کتابت در می آوردن. به هر حال حسام الدین چلبی بزرگترین کاری که انجام داد، بزرگترین خدمت فرهنگی که صورت داده، همین است که زمینه ظهور مثنوی رو فراهم آورده. چون مثنوی در واقع متعلق به پخته ترین دوران عمر مولانا، وقتی که مولانا مثنوی رو می سروده حداقل 54-55 سال داشته حداقل، یعنی اون دوران شیدایی و پرجزر و مد روحی و روانی رو که از فراق شمس عارض شده بود بر او، اون دوران طوفانی رو پشت سر نهاده بود و به یک آرامش و سکینتی رسیده بود. مثنوی هم چون جنبه درسی و تعلیمی داره، در واقع نیازمند به یک روح آرام و پرتمکین هست و مولانا در واقع مثنوی رو در چنین دوره پختگی، خام بودم پخته شدم سوختم، در واقع مثنوی حاصل دوران پختگی و سوختگی مولانا هست. از این رو کتابیست گسترده از حیث اشتمال موضوعات مختلف، اون هم با بیانی شیوا در قالب حکایات و امثال. مولانا نقش مؤثر حسام الدین رو در دیباچه های مثنوی هم به تأکید و تصریح و با بیاناتی شورانگیز و هیجانداری بازگو کرده. البته بجز دفتر اول، در دیباچه های سایر دفاتر ششگانه مثنوی، که در واقع باید بگیم پنجگانه مثنوی، یادی از این نقش که متعلق به حسام الدین بوده متذکر شده. مثلا در آغاز دفتر دوم مثنوی که بعد از یک تأخیری هم صورت میگیره به دلایل مختلف که حالا موقعش نیست بعدن بازگو خواهیم کرد، مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا میرسه که به اینجا چون ضیاء الحق حسام الدین انان بازگردانید ز اوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش قنچه ها ناکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی باساز گشت. یعنی در اینجا در واقع به تصریح میگه که اگر حسام الدین نبود، مثنوی هم نبود. باز در تذکره ها هست که وقتی مولانا میخواست در جایی افاضاتی بکنه، بیاناتی بگه، کشف معانی بکنه، میدید که حسام الدین در مجلس نیست، میفرستاد به دنبالش، میگفت بگید که حسام الدین بیاد تا مطلب رو آغاز بکنم. در دفاتر دیگر هم هست، برگشا، این متعلق به دفتر سومه، برگشا گنجینه اسرار را، خطاب به حسام الدین، تو گنجینه اسرار مثنوی رو باید بگشایی. کما این که در مقدمه دفتر اول مثنوی هم میگه که این مثنوی رو من به درخواست حسام الدین گفتم، لستدعاء سیدی و سندی و مکان روح من جسدی. چه تعبیرات شکوهمندی به کار میبره که مثنوی رو به درخواست
آقایم، سرورم، تکیهگاهم، کسی که به منزله جان من هست، چنین کسی از من درخواست کرده، حسام الدین. خب این نقش خیلی بالا بوده. اینجا میگه برگشا به حسام الدین گنجینه اسرار را، تویی که داری گنجینه معانی رو میگشایی نه من. در سوم دفتر بهل اعذار را یا اعذار را. دو دهان داریم گویا همچون نی، یک دهان پنهانس در لبهای وی. که اینجا هم در واقع میگه نایی حقیقت در نی وجود حسامی که داره میدم، من دارم پخش میکنم، من در واقع پخش کننده هستم. اینا تعبیرات شکوهمند و جالبی است از نقش حسام الدین در خلق مثنوی. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. میگه اصلا سرچشمه ظهور مثنوی تو بودی ای حسام. حالا اگر هم داره ادامه پیدا میکنه و افزوده میشه بر حجم مثنوی، تویی که چنین نقش حساس و مؤثری رو داری.